آقای دودگر سلام، شبتون شبتون آقا شما هستید آقای دودگر؟ سلام علیکم، حال شما چطور؟ متشکرم خیلی. آقا 3 دقیقه فرصت در اختیار شما، بگید شما در مورد تیم مثل کرمان اتفاقاتی که رخ داده حرف حدیثایی بود، حالا هفته قبل آقای اجدری زاده سری صحبتایی کردن، شما هم اگه صحبتی دارید در خدمتتون هستیم. من خواهش می‌کنم اولا که این 3 دقیقه رو مفید معاصره فرمایید، بعد از اینجا شروع می‌کنم که شما آقای فردوسی ما 2 دقیقه هر مسئله اشاره می‌کنم 2 دقیقه وقت دیم، چون ما باید آمار هم ببینیم و بفهمیم. ببینید شما هر احتمالی که در یه واقعه ورزشی یا غیر ورزشی میفته از نظر احتمالات باید بررسی کنید که آیا احتمال وقوع اینقدر حادثه برای یه تیم خاص وجود داره یا نداره. یعنی اگه شما از نظر احتمالات و ریاضی بریم محاسبه کنید، این احتمال صفره که همه این اتفاقهای مثبت برای یه تیم در یک لیگ فکر میکنم در دنیا بی‌نظیر باشه. ببینید از شما هفته خدمتتون عرض کنم که 11 نگاه کنید که آلومینیوم و مس باز بشن در دور رست، همونجا با اکبیداری اخراج میشه برای تیم آلومینیوم که در واقع بعد از اون هفته 12 که نفت گاز گشتاران باز بشه، 3 تا بازیکن نفت گاز اخراج میشن و 3 تا بازیکن تو یه بازی اخراج میشن. بله. بعد با هفته 13 با نیروی زمینی که اون درگیریات پیش اومد در زمین نیروی زمینی و 2 تا گل مشکوک نیروی زمینی، اعتراض شدید داد به فدراسیون فوتبال در این خصوص و یه ضربه خطایی بود که اصلا بدون سود و ضرر گل زدن و محاسبه شد. بعد از اون با تربیت نوین 2 تا بازیکن تربیت نوین اخراج شدن و خدمت عرض کنم که این هم باز با یه پنالتی مشکوک برای تیم مس گرفتن با یه گل پنالتی مشکوک. شما این به چی مشکوک هستی؟ الان مثلا شما میگه اتفاقاتی که تو بازی ها رخ داد، بعد یه بازی هم گفتید که مثلا یه بازیکن نرفته بودن سر بازی. بله بله، با گیتی بازی با گیتی پسند، گیتی پسند اعتراض کرد به داور، شب قبل از بازی داور عوض کردن، تنها بازی بود که تو اون 8 بازی مس مساوی کرد. بعد با تیم استقلال اهواز بازیکن تیم تعویضی تیم استقلال اهواز بلند شد یه اسپک زد دقیقه نه. شما الان به چی مشکوک، شما به چی مشکوک هستید؟ به همه این اتفاقات. مثلا چی شده؟ یعنی مثلا یعنی شما میگید مثلا مس کرمان کار خاصی کرده؟ ببینید من میگم که وقتی که همه اتفاقات برای باشگاه خاص میفته و همین جور تیم فولاد داورم شما اینا شما میگید نه الان شما میگید من اصلا رو جامعه داوریمون بحث ندارم، اتفاقایی که میفته خیلی از این خطاها یا پنالتی ها پنالتی شده. یعنی 3 تا بازیکن برای تیم استقلال اهواز، برای فجر سپاسی، برای شهرداری اردبیل 3 تا بازیکن در محوطه 6 قدم عمدن تو گل لمس میکنن پنالتی و اخراج. شما تصاویر شده ما حالا هم از شما هم از بچهای لیگ 1 مزدک پیمان مزدک میرزایی و پیمان یوسفی عزیز حالا ما تصاویرشو میگیریم، حالا شما هم بچه‌ها میان خدمت شما یه سری تصاویر مستند اگه باشه تصاویرش پخش بشه ببینم بهتره و راحت بیشتر من اشاره کنم. 10-30 ثانیه جناب آقای گودرزی وزیر ورزش اشاره کردن به اینکه برای تیم یه همچین مشکلی هست و آقای تاج خودشون رئیس سازمان لیگ بله این اشاره کردن که یه تیم صنعتی براش از نظر داوری مسائلی وجود داره و این نکته که ما چون ما اعتراض کردیم به شرایط تیم مس، 2 هفته ناظر انضباطی برای این تیم گذاشتن و از کمیته اخلاق در این 2 هفته مسئولیت 1 امتیاز بگیره از 2 بازی. بله ما الان قبلی یه مساوی و همه بازیاشو برده بود. حتی حق واسه عزیزان و باشگاه مثل کرمان هم قائل هستیم که حالا بعدا واسه هفته بعد صحبت بکنیم.